بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. و به خاطر اینکه چهارشنبه برنامه نداشتم، امروز بی صبرانه برنامه رو زودتر شروع کردم. هیچ مشکلی نیست، حسن برنامه ها این روزا اینه که شما میتونید حتی در حین تماشا برگردید و از اول تماشا کنید، یا اینکه این قسمتش رو تماشا کنید و بعدن بریم اون قسمتی رو که ندیدید تماشا کنید. مثل موقعی که بلیت سینما می‌خریدی، مثلا برای سانس لاسی سیانس فرانسوی بودن، برای سانس مثلا 8 تا 10، ولی شما 7 اونجا بودی، میرفتی داخل میگفت خب حالا برم، اینجوری نصفی دومش اول میدیدی، بعدم از 8 تا 9 برنامه رو میدیدی و میرفتی به اصطلاح زودتر از دیگران به کار و زندگی و خونه و زن و بچه میرسیدی. و اما اجازه بدین من دوستان رو هم دعوت کنم که اینجا بودند و رفتند، حالا باز برمیگردن. امروز 30 آگوست 2019 است و برابر است با 8 شهریور ماه 1398. ما که هرچی فریاد زدیم کمک کنید، حمایت کنید، شما کاری نکردید. امروز میخوام ازتون خواهش کنم به فامیلاتون، به همسایه هاتون، به همکوچه هاتون، همشهریتون، هموطنتون در ایران کمک کنید. مخصوصا که 21-2 روز دیگه مدرسه ها باز میشه و بعضی از این بچه ها کیف و کفش و اینها ندارن. یه عکسی رو بهتون نشون میدم که درباره بیژن نوشتن. متاسفانه این روزا وقتی که طرف زنده است دربارش هزار تا دروغ می نویسن و هیچ جوری نه طرف وقت میکنه نه میتونه بیاد همه این دروغ ها رو تکذیب کنه. وقتی که مرده که دیگه هیچی، میگفتن دستش از دنیا کوتاه است. خب اولا به من بگید که صدا و تصویر در فیسبوک چگونه است، صدا و تصویر در فیسبوک صفحه مردم تیوی چگونه است، صدا و تصویر در یوتیوب چگونه است. این کار رو معمولا سعید انجام میده، ازش ممنونم. سعید سالهاست با ماست، اون روز یکم از من دلخور شده بود که ما گفته بودیم بابا هرچی ویدیو دستتون میاد نفرستین. سعید جان به تو نبودم، مخصوصا به اون معتادی بودم که هم اون هم خواهرش هر برنامه آشغال از رادیو اسرائیل گرفته، از تلویزیون من و تو گرفته، از نمیدونم فلان تلویزیون گرفته، برای من میفرسته. انگار که مثلا اون وقتا یادتونه یه همسایه اگه پولدار بود تلویزیون خریده بود، اولا تا یه مدت به هیچ کس نمیگفت که تلویزیون داره، چون میدونست از بچه ها میان و پدر مادرهاشون میان، اینم باید یه چایی بده و بعدا از آنتنشون میفهمیدن که فلانی تلویزیون داره و اینها. اینا هم هنوز فکر میکنن که بچه سرهنگن و اینا فقط تلویزیون دارن، من و شما نداریم. و الا هر وقت سعید ویدیو میفرسته ویدیوهاش آموزنده است، من یاد میگیرم. هر وقت پتیک ویدیو میفرسته ویدیوهای آموزنده، آدم یه چیزی یاد میگیره. ولی اینا نشسته بیکار، طرف معتاد، هر آشغالی براش میاد برای ما میفرسته. بمانه امروز یه ویدیو دارم که اینو مینا خانم فرستاده، لطف کردن تلویزیون مردم رو هم سپورت کردن. ایشون یکی از اونایی بودن که هستن که قبلا هم تلویزیون مردم رو سپورت میکردن، من از این بابت از ایشون ممنونم. و خانمی هستن که موتور سواری هم میکنن. من 2-3 نوع این به اصطلاح زنهایی که خودشون رو گیر نمیندازن به این که وای خدای نکرده زشته، من اگه آبجو بخورم، وای خدای نکرده اگه من موتور برونم چی میگن و اینا، ایشون هم موتور سواری میکنه هم آبجو هم مینوشید شما. در هر صورت ویدیو مربوط هست به یک مجری برنامه های تلویزیون در ایران که مجری خوب و به اصطلاح پرقدرتی هم بوده. حالا بعد از اینکه ایشون فوت شده شایعاتی هست که اینو جمهوری اسلامی میدونید، دیکتاتورها هیچ وقت نمیتونن محبوبیت دیگران رو ببینن. خیلی ها این بدبخت ها به جایی که ذوق کنن بگن ما خوشحالیم که اینم تو ایران مثلا محبوبه و فلان و اینها، معمولا دیکتاتورها اینجورن، محبوبیت افراد دیگر رو نمیتونن ببینن. و به همین خاطر هست که بعضی وقتا میبینیم که یک کسایی رو سر به نیست میکنن. اجازه بدین من این ویدیو رو بیارم اینجا ببینم توی این سیستم نشون داده میشه، اگه نشون داده نمیشه توی این سیستم باز کنم براتون و
بله، آقای رضا صفدری، روان شاد، یادش گرامی باد. و اینجا هم بگیم که لوپو نمیخوایم، آدیو هم والیومش روی 100% باشه. با هم اینو ببینیم و برگردیم. پلیر 3 هست، اجازه بدید. بله، نترسید از این سیاهی، گفت پایان شب سیاه سفید است. بعد آقای چیز گفت خب پایان سفیدی هم سیاه هست آقای مینوی. با هم ببینیم. چرا اینجا نشون داده نمیشه نمیدونم، بذارید برگردم به حال و روز خودمون و از اینجا بهتون نشون بدم. موزیک رو پخش میکنم ولی ویدیو رو پخش نمیکنم. آها، این ویدیو توی فرمت دیگه ای بود که با سیستم ما کار نمیکرد، من فرمتش رو عوض کردم. اینجا میگن کانورت. بله، اینجا نشون میده. بذارید میدونم دیگه، خوبه که آدم همیشه پلن بی داشته باشه. آمریکایی‌ها خیلی به این پلن بی معتقد هستن و باور دارن. بذارید من اینو اندازه تصویر کنم برای شما و صفحه خودمون. اینجا هم بیاد اینجوری، بعد اینم بیاد اینجوری اینجوری. الان درست شد. میبینید؟ طرف گفت صدای من میشنوی؟ طرف گفت نه. گفت آقا تو اگه صدای من نمیشنوی از کجا فهمیدی که من چی گفتم؟ پس بریم با هم نگاه کنیم. اوکی، که من میخوام حس تو راجبش بوی ناصر چشمازر میداد، یکی آره. از خیلی خوب، خیلی خوب. آره، کار خیلی خوبی بود. چرا جواد آقا اینقدر از امو ناصر کم یاد میشه توی تلویزیون؟ خیلی از موسیقیش استفاده میشه، یکی از بهترین فکر کنم آهنگسازهای خوب مملکتمونه. 3-4 بار فکر میکنم جایزه موسیقی فیلم رو بله. گرفته امو ناصر و این برد ما رو به سال 73. خب در سال 73 چیکار کردی؟ هشتونیمو با شما و محمد آقا و آقای شهیدفر، آقای حمیدعلی، حمیدعلی، علیرضا سالمی، کیوان اسلامی، یه لیست بلند بالا از بچه‌ای که الان هر کدومشون دارن یه کاری رو انجام میدن. آره، برنامه تا هشتونیم رو رضا صفدری در شبکه 2 اجرا میکرد. خیلی اجرای خوب و موفقی بود و خیلی برنامه بله ما توی پخش بودیم، یعنی جامعه جمع اونجا بودیم. خب حالا این صحبتامون راجع به تلویزیون، خواستم اشاره ای هم کرده باشیم به تا هشت و نیم که رضا صفدری شما مجری و گوینده و اجرا کننده اون برنامه بود و آقای محمد سال علام که کارگردانی میکردن در کنار دوستان دیگه مون و شما خب، که تهیه کننده بودید. من تعارف کنیم با هم دیگه. خب، حالا بریم رضا سراغ رادیو. من میخوام راجع به رادیو و حست راجع به رادیو بگیم. رادیو میدون ارج 15 خرداد، چلو کبابی جوانان، بعد از اورایی که ما وقت بین دو تا استودیو جیم میشدیم میرفتیم بیرون، مهران دوستی، جواد آتش افروز، محمود شهریاری، محمد قربانی عزیز، یه نسل خوب از گوینده هایی مثل حمید یاسمین، شجای مهر، خدمت شما عرض شود، یکی ها بودن، فریورز کیان، خدا بیامرزش، و خیلی از برای بچه های دیگه که
فکر می‌کنم سعید توکل خدا رحمت کنه آقای نوذری و آقای نوذری جمعه سرکار خانم بیرون خانم بیتمشی بله و خانم پاکشان از گوینده های بله بله. بودن بعد از انقلاب اسلامی که فکر می‌کنم توی دهه 60 اینا بله. متاسفانه این ویدیو به همین کوتاهی بود و میخوایم از مینا خانم که اگر دوست دارن ویدیوی هست از ایشون ارسال کنن پخش میکنیم. این ویدیو تا روز دوشنبه برنامه ندارم چون اینجا روز کارگره. این آمریکا درست مثل شطوره، میدونید میگن شطور، بهش گفتن چرا اینجوری این کار میکنی، گفت من چه چیزیم شبیه همه کسه. آمریکا روز کارگر رو آخر تابستون، حالا خود تابستونم اینجا مثل آدمیزاد رو ماه و تقویم و اینها نمیرن، چون این تقویمی که ما ایرانی ها داریم خداییش بالاخره یه چیزی داریم که بهترینه، یعنی بهارش درسته، پاییزش درسته، تابستونش درسته. به همین خاطرم هست که با اون دقت به شما میگه کی سال تحویل میشه و همیشه بهار بهار اینجوریه، مثل ماه این سال قمری نیست که یه سال محرم توی تابستون باشه، یه سال توی زمستون باشه، یه با ماه رمضان توی این چیز باشه، تابستون باشه، یکش توی زمستون باشه و هی بچرخه. این اگه اشتباه نکنم تقویم جلالی بهش میگن که سرش بحثه، بعضیا میگن این خیام درست کرده، بعضیا میگن کسای دیگه. ما حالا امروز نیومدیم اینجا دعوا کنیم، انقدر با شما دعوا داریم سر چیزای دیگه. ولی نمیدونم توجه کردید این تهیه کننده رو نمیشناسم، ولی اون آقای رضا صفدری رو من قبلا هم چندین ویدیو از ایشون دیده بودم و پخش کرده بودم. اولا اینا چقدر راحت برخلاف تلویزیون ایران که باید فکل کراوات اگه ندارن ولی اینجا رو بسته باشن و تیتیش مامانی حرف بزن و منت آخونده رو بکشن و نمیدونم به نام قاسم جبارین و فلان، اینا چقدر راحت صحبت میکنن و برنامه هم از شبکه 2 پخش میشده چون آرمش اون کنار بود و اینا نشون میده که از دیگران جلوتر بودن و دیدید که خیلی قشنگ خیلی راحت میگه ما جیم میشدیم، از سر کار میرفتیم نهار میخوردیم. باز میگه من نمیدونم چرا این موزیکای ناصر چشم‌آذر رو استفاده میکنن ولی بهش کردیت و اعتبار نمیدن. خب خود اینا انتقاد از سیستم، از دستگاه، سیستمی که میاد آهنگای فرهاد رو پخش میکنه پول خانوادهش رو نمیده، آهنگای شجریان رو پخش میکنه ولی خودش ممنوع صداه تا بالاخره شکایت و اینا. در صورت ممنون و متشکرم از خانم مینا که این ویدیو رو فرستادن. باز هم ویدیوهای دیگر اگه خواستید بفرستید پخش میکنیم و اینجوری باشه خیلی بهتره، شماها میشید تهیه کننده، منم میشم یکی از تهیه کننده ها و دیدید دیگه به این میگن تنوع، همون چیزی که توی ایران یاد گرفته بودیم به عنوان واریته و نمیدونستیم این کلمه واریته از کجا اومده، اینجا میگن واریته یعنی چیزهای مختلف و متنوع. سوربی جان شنیدی که قرار فیسبوک پول بگیره؟ حالا من مفتخور چه کار کنم؟ خانم این فیسبوک از روز اولی که شروع شد داشته پول میگرفته، من و شما متوجه نبودیم، الان دیگران دارن به همون میگن که این چجوری پول میگیره و تو رو خدا اینقدر قرم قرم نکنید که فیسبوک بیاد به هممون بگه قرم ساق، اینقدر هی نگید باید پول بدیم. کجا گفته باید پول بدی؟ میگه فیسبوک شما وقتی میای این ورش تبلیغ اون ورش تبلیغ، وقتی میگی من دیشب با فلانی رفتم رستوران فلان جا عکسشو میندازی فوری برای اونا تبلیغ میفرسه که ببین اینجوری اونا پولشون رو خانم جای دیگه میسازن. نترس، ولی واقعا امیدوارم، واقعا امیدوارم یک چیزایی تو زندگی ما اتفاق بیفته که ماها از این مفتخوری دست بکشیم. من میگم حالا تلاش خودم رو کردم سالها پیش، سعی کردم که مفتخور نباشم و تا حدی هم موفق بودم. به نظر من آدم راحت تر زندگی میکنه، همش چشمش به دست دیگران نیست. و من یادمه وقتی که آلمان بودم دیگه، حالا همه کارمون درست شده بود و اونجا کیندرگل بهمون میدادن، یه دفعه ما بچه‌مون که اونجا دنیا اومد رفتیم گفتیم شناسنامه، گفت این شناسنامه برو این اتاق بغلی کیندرگل بگی.
گفتیم کیندر چی؟ گفت کیندر گلد. گفتیم یعنی چی؟ گفت یعنی پول بچه. کیندر بچه، مثل چیلدرن، گلد هم همون از مثل گلد و اینا، ولی گلد مانیه. رفتیم اونجا بهمون گفت اینقدر یادم نیست مایی چقدر. گفتیم اه اینجا برای بچه پول میدن، تو ایران فقط برای بچه فوش میدن، چون ننوبایی که بچه میسازه میره تو کوچه، تو کوچه همسایه ها فوش میدن. گفت نه آقا اینجا پول میدن. گفتیم کاش که زودتر میدونستیم، ما یه بچه دیگه هم داریم. گفت اه اون چند سالشه؟ گفتیم 5 سالشه. گفت خب به اونم پول میدیم. گفتیم خب خدا بهتون برکت بده. گفت شما از کی اینجا بودین؟ گفتیم 1.5 سال 2 ساله. گفت همه 1.5 2 ساله میدیم، ما باهاش رفتیم یه فولکس واگن خریدیم. در هر صورت وقتی قرار بود بیام اینجا، من پدرم، مادرم، برادرم زودتر از من اینجا بودن. اون به داداشان گفتم من دیگه نمیام اونجا. اینجا دو کلمه آلمانی یاد گرفتیم، زندگی اینجا اینجوریه، سوشال لایف اینجوریه. مادر من تو این یکی دو باری که اومده بود آمریکا و برگشته بود، هی میگو اونجا خیلی ناامنه، بچه میدوزنه فلان اینها. بعد داداش من گفت نه، اینجا به خاطر سیستم خبری و آزادیش هست که خبرها پخش میشه، و الان الحمدلله ترامپ داره کاری میکنه که خبرها پخش نشه، و اینه که خبرهای بعد شما 4 بار 5 بار میفهمی و فکر میکنی 4 بار 5 بار اتفاق افتاده. گفتم نه آقا اصلا از همه اینا گذشته، اینجا ما یه پولی میدن، بیمه داریم اینا. گفت نه نه نه، این پول باعث میشه که شما تنبل بشی، کار نکنی، دستت به چشمت به دست دیگران باشه. یه شعری هست، سالس گفت و میم سالس ها، هوا بس ناجوان مردان سرده است. بعد اونجا میگه که نفس که از آستان نفس که از آستان سینه بیرون آمده است، این است چه چشم داری ز دست دوستان دور یا نزدیک. که جالبه هم خودش هم شجریان بعدن که اون دیکلمه کرده اون خون، دوتاشون اشتباه میکنن. میگه چه چشم داری ز چشم دوستان. آقا کسی چشم ز چشم دوستان نداره، همیشه چشم ز دست دوستان داریم. بمانه گفت که مفتخوری خوب نیست، بلند شو بیا اینجا کار کن. و دوستانی که منو تو آلمان میشناختن اینها میدونن اونجا وقتی مهمونی بود میگفتم اجازه بدین من جمع کنم، سینی بزرگ می آوردم اینا رو جمع میکردم. هر کی میگه نه سربی شما بشین، شما بزرگتری، شما فلان اینا، میگفتم نه من میخوام برم آمریکا، باید برم تو رستوران کار کنم. چون داداشای من دوتاشون از روز یکی از روز دومی که اومده، یکی از روز سومی که اومده شروع کردن به کار، و الحمدلله به همین خاطرم موفق بودن هستن. خیلی هم ما خوشحالیم که اینا داداش ما هستن، که ما هم به اصطلاح تونستیم راه اونا رو بریم موفق بشیم. درسته؟ بله. میگه برای همین هم اینقدر محبوب بود این موجی نازنین، دست شما هم درد نکنه. بله اصلا ببینید این راحت صحبت کردن چیزی نیست که همه بتونن انجام بدن، باور کنید. یعنی شما یه نفر رو بهش بگو این کاغذ رو بگیر برو پشت این میکروفون بخون. اصلا دیدید مثلا به خفه خون میگن خفه خان، میگم آقا همون جوری که حرف میزنی اینجا هم حرف بزن. من نمیدونم چه مرگیتونه، از اینجا که میرید اونجا عوض میشید، و یه چیزای اشتباهی فلان اینها. و راحت صحبت کردن این از خودمونی بودنشون حکایت میکنه. ما هم الحمدلله تونستیم تا اونجایی که فکر میکنیم این خودمونی بودن رو نگه داریم، و امیدواریم دوستانم به اصطلاح ما رو قبول داشته باشن به خودشون بودن. امروز فرانسوی ها اعلام کردن. خانم فرانسوی ها هرچی گفتن شما اعلام نکن، شما باور نکن، یکم خودتون تحقیق کنید. بله توضیح میدن، میگن فیسبوک گفته ما وقتی آمدیم مجانی خواهد بود و مجانی و فلان اینا، ولی الان داره از ما پول میسازه. خیلی ها میگن از بعضی ها سالی 12,000 دلار داره میسازه، از بعضی ها فلان اینا. بماند حالا ما 2 روز دیگه میریم طلبکارشون هم میشیم، حق اون ازشون میگیریم. طرف متاسفانه ارمنی هم بود توی آلمان، و میگم من آرایشگر گوگوش بودم. گفتیم والا ما این نمیدونیم گوگوش یک کله داشته، چند تا آرایشگر داشته، مثل شاه بود که همه میگفتن بابامون نخست وزیرش بوده. و این میرفت با بچهش و گالسکه و زنش توی فروشگاه، بعد بچه رو بغل میکردن، توی این گالسکه میکردن پره،
چیز اینا اون وقتا هم این ماجرای نمیدونم اسکن و فلان اینا نبود، می اومدن بیرون بعد بهش میگفتیم آقا میگیرنت و اگه بگیرنت رفتن آمریکا به مخاطره میفته، میگه گروه پدرشون بهشون میگم این پول نفت ماست، این حق ماست، فلان اینها بماند، شما نگران نباش. اگر فیسبوک پولی کنه یکی دیگه میاد مجانی شروع میکنه و همه میرن اونجا. این یک. دوم، یک شبکه اینترنتی آمد به نام اگه اشتباه نکنم نت زیرو. تبلیغش این بود که اینترنت باید مجانی باشه و باید برای همه باشه. یه دو سالی که گذشت همه رفتن اونور، گفت حالا ما خرجمون زیاده $10 بدین. همینجور $10 $20 و ملت گفتن آقا برو، به قول معروف پدر صبح تو که از همشون بدتر و گرونتر شدی، فکر کنم از بینم رفت. و این بازار آزاد فری انترپرایز این حسنشه که خودش رو تنظیم میکنه، خودش رو تنبیه میکنه و هر چیزی که شما بگی که دیکتاتورا به زور میخواستن انجام بدن، این فری انترپرایز انجام میده تا یه نادانی مثل شارلاتانی مثل ترامپ بیاد بگه نه باید تعرفه ببندیم رو این، و میبینید که به دنیا و آمریکا چنان ضرر زده که حتی دیگه فاکس نیوز هم صداش در اومده روی فیسبوک. من دوستانی که آقای بابک هروی، آقای رضا سلامی، خانم ایکس، آقای ایگرگ، برید نگاه کنید فاکس نیوز هم صداش از دست ترامپ در اومده و شما ببخشید چقدر باید، نمیخوایم بگیم کودن، چقدر باید تعصب داشته باشی که هنوز قبول نکنی این امامزادهی که شما نشستی و داری گریه میکنی و دستمال بستی، پارچه بستی که بهت چی بده، چی میگفتن، شفا بده یا نظرتو ادا کنه، این اصلا امامزاده که نبوده، هیچی تو این قبرسونه، تو این قبر مرده هم نیست. اون 14 دقیقه هم اگه خواستید برید نگاه کنید، چون به انگلیسی هست، نمیخوام دوستانی که انگلیسی احیانا متوجه نمیشن ما بخوایم اذیتشون کنیم. امروز آقای حسن ارشاد که جمعه ها الان 235-6 هفته، یعنی حدود 4 سال هم بیشتر میشه که برنامه هایی رو میفرستن درباره بهائیت و اینها صحبت میکنن، نوشتن که گرفتار بودم نتونستم، البته نوشت بودم به خاطر ماه محرم، احتمالا در ایران ماه محرمه، من شما که مسلمون زاده های خوبی هستیم نه خبر داریم که ماه رمضان است، نه خبر داریم که ماه محرمه، و حقیقتا همین جوری هم بهتره. براتون یه چیزی اینجا نوشتم بیاریم با هم بخونیم و برنامه رو پی میگیریم. نوشتم که هر موادی دلتون میخواد بکشید، هر چی دلتون میخواد بخورید، برای این که باید پیداش کنم. ببینیم که کجا گذاشتیم. گفت یه روزی یه جایی یه چیزی گفتم، الان یادم نیست کجا هست و یادم نیست چیه، هر وقت پیداش کردم بهتون میگم. مردم این روستا با سوت به هم حرف میزنن، ولی ببینم که اون نوشته رو اینجا گذاشتم، کجا گذاشتم، آها روی فیسبوکه، براتون میخونمش. بله بله روی فیسبوک، بله، نوشته که هرچی دوست دارید بکشید، هرچی دوست دارید بخورید. خالق تردمیل، تردمیل این چیزایی هست که اولا کلمه میل یعنی آسیاب هست، هر چیزی که به چرخه و اینها، مثلا این ماشینای بزرگ که میان خیابون آسفالت ها رو میکنه بهش میگه میلینگ، یعنی داره آسیاب میکنه این آسفالت ها رو، تیک تیک میکنه میریزه تو اینها. خالق تردمیل که به جایی که شما بدوی، اگه سرده بری بیرون نمونیا بگیری، اگه گرمه بری مریض بشی و اینها، تو خونتون میتونید در حال تماشای تلویزیون ورزش کنی، راه بری، بدوی، حتی یه نوعاش ساختن از پله بالا میره و اینا، ولی این پله به هیچ جا نمیرسه، پله میره پایین. حقیقتا خالق تردمیل در 54 سالگی درگذشت. حالا اینا هم نمیدونم راست یا دروغه، اگه کسی میخواد تحقیق کنه. مخترع ژیمناستیک در 57 سالگی درگذشت. من نمیدونم
ژیمناستیک میشه بگیم یکی اختراعش کرده، این یک بازیه، یه بازیه، یه ورزشه، این نرمشه، میشه بگه ابداعش کرده. ما این کلمه خلق و مخترع و اختراع و کشف و اینا رو همه رو قاطی اشتباه، مثلا میگیم کشف حجاب، آقا حجاب همیشه بوده، اینها رفع حجاب کردن. بله، مخترع ژیمناستیک در 57 سالگی درگذشت، قهرمان بدنسازی دنیا در 41 سالگی درگذشت. حالا این پایین رو داشته باشید، خالق کنتاکی، این آقای کلونل سندرز فامیلیش که اسمش رو فامیلیش که مرده، همون پیرمردی که ریش و سیبیل سفید و کت شلوار سفید و عینک و اینها، کنتاکی فراید چیکن، نوشته خالق کنتاکی در کنتاکی در 94 سالگی درگذشت. خالق نوتلا، نوتلا یه چیزیه که شما فکر میکنی این مغز فندق هست و اینها، ولی همه شکر هست و مواد شیمیایی اینها، خیلی ضرر داره. میگه خالق نوتلا در 88 سالگی درگذشت. خالق شاورما و کباب ترکی، کباب ترکی رو این عربا میگن شاورما، یه نوع دیگه هست، یه مشتی چیز اون پایینش ریختن، همینجور که این گوشت ها میریزه اونا هم گرم میشه و میذارن رای ساندویج و اینا. و اون کباب ترکی هم که جایرو میگن اینجا، ولی اگه گفتی جایرو یونانی ها ناراحت میشن، میگن هیرو، میگیم بابا هیرو که یعنی قهرمان، میگن نه قهرمان به زبون انگلیسی. و اما میگه خالق شاورما و کباب ترکی در 104 سالگی درگذشت. خالق و تولید کننده سیگار وینستون 102 سالگی درگذشت. خالق نونخامه و باقلوا که هنوز در قید حیاتن، حالا دیگه خود دانید. یه مردی بود وقتی من اومدم آمریکا، هنوز زنده بود، پیر مردی بود، سیگار بزرگی میکشید، عینکش هم اینجوری بود، و این میومد، کمدین بود، میومد توی تلویزیون میخندید، میگو 5 تا دکتر که به من گفتن اگه سیگار بکشی 6 ماه دیگه میمیری، همشون مردن، من هنوز زنده هستم. نمیدونم، فکر کنم سن 100 سالگی اینا فوت شد. در هر صورت اینم از این. و بله، درباره سیگار کشیدن، این آقای اکبر اکبری بارها گفتم عکسای بسیار قشنگی از این ور اون ور پیدا میکنه و میذاره، هم تاریخ رو نشون میده، هم خاطرات هست و اینها، و چیزای جالبیه. امروز یا هر دیروز اینا یه عکسی گذاشته بود که فرح دیبا، این زنی که کمونیست بوده و بعد خیلی ها باور دارن اصلا این کلنگ انقلاب به دست فرح زده شد و این آخوندا و اون دفتر فرح و اینا رو نگه داشته بود، اونا باعث شدن، چیز داره سیگار میکشه، میخواد سیگار بکشه، سیگارش که در آورده یه آدم چاپلوسی از اون بالا فندک در آورده و این عکس گذاشته، نوشته که حالا دقت کنید به این آقا که از اون بالا میخواد فندک بزنه. حالا کجا؟ تو هواپیما، اگه یادتون باشه اون وقتا تو هواپیما سیگار میکشیدن، اصلا بعضی از هواپیمای کهنه هنوز توی این دستش که شما دست میذاری به اصطلاح زیر سیگاریه که بازش میکنی سیگار، بعدم خاموشش میکنی به این کوچیکی که حالا دیگه بسته شده و اینا. و چون سیگار میکشیدن، این علامت سیگار نکشید، سیگار بکشید هم خاموش روشن میشه، ولی الان دیگه اصلا رفته از بین، همه میدونن که نباید بکشه. آقا حالا بیا ببین این شاهولایی ها چی نوشتن. اون یکی نوشته آقا سیگار کشیدن برای بدن زیان دارد و ما همه این را میدانیم، ولی شما برو حضرت محمد را که با بچه های کوچولو نمیدونم هم بستری می... آقا خانم خجالت بکشید، بیچاره ها، عقب افتاده ها. این داره یه موضوعی رو میگه که یعنی ملت ایران همین چاپلوسیشون به ضررشون شد. در صورت آقا خدا صبرت بده واقعا. من که الان سعی میکنم دیگه کمتر چیز بذارم توی فیسبوک، اتفاقا اون روز یه حرفی زده بودم، یه نفر آمده بود نوشته بود که اگه کسی میخواد شلغمم بپزه باید قوانینش رو رعایت کنه، ولی شماها در خارج چنین و چنان. نوشتم احمد تو که پشت عکس خر و الاغ و پرچم و اینا قایم شدی، هر وقت جرأت کردی شهامت پیدا کردی بیا بیرون صحبت کن تا ببینی همین شلغم پختن و صحبت کردن چه کار مشکلیه و کار هر خر نیست. میگن کار هر بز نیست خرمن کوفتن، ولی جمعه است
تخفیفش دادیم. کار هر خر نیست خرمن کوفتن، گاو نر میخواهد و مرد کهن. درباره مرد کهن امروز آقای آریانپور یه ویدیو بسیار قشنگی فرستاده و خودتونم میتونید اینو پیدا کنید که آقای کلینت استوود در 88 سالگی که الان فکر کنم 90 ش هم بالا باشه با یکی از این خواننده های کانتری میوزیک نمیدونم میشه بگیم مثل آهنگای کوچه بازاری خودمونن، از دل مردم از دل خودشون حرف میزنن، داستاناش خیلی ساده است و به همین خاطر توی دل مردم جا داره. مثلا داستانش میگه بچم شیر نداشت، رفتم شیر بخرم، پول کم داشتم، میخواستم نیم گالونی بخرم، نبود، یه گالونی پول نداشتم، یه نفر دید من پول ندارم، به من پول داد. اینجوری ماجراهایی که مردم بدبخت آمریکا، آقا خانم مردم آمریکا این ترامپ شارلاتان و خانواده کثیف و پلیدش نیستن، مردم آمریکا آدمای خوبی هستن، مردم دنیا اصلا آدمای خوبی هستن، هر کجاش که شما بگی من بهت ثابت میکنم که آدمای خوبی هستن. این حکومت ها، حکام، مسئولین سیاسی و اینها هستن که آدمای بدی هستن. بمانه این آقای خواننده که توبی نسبتا جوونه به این آقای کلینت استوود، میدونه هنرمند خیلی معروفی تو ایران، ما خیلی اینو دوست داشتیم، اون فیلم چی زشت آگلی فلان یا به خاطر یک موش دلار، از این فیلم های وسترن و اینا، بهش میگه تو چجوری انقدر نیرو داری و اینها. اون یه جمله به این میگه، میگه این من صبح که از خواب بیدار میشم سعی میکنم این پیرمرد رو راه ندم به زندگی. حالا پیرمرد منظورش خودشه، پیرمرد منظورش سنشه. اینها ما این آهنگ رو گوش کردیم، آهنگ قشنگی هم بود و اینها، برای آقای آریانپور نوشتیم خیلی ممنون، روز جمعه ما رو ساختی، آخر هفته خوبی داشته باشی. ولی آقای آریانپور مشکل ما ایرانی های بیچاره اینه که پیرمرده روز اول با ما دنیا اومده و با ما تو زندگیمونه و با ما تو خونمونه. ما نه که بگیم راش نمیدیم، ما باید اول اینو از زندگیمون بیرون کنیم، همچنین که انداختش بیرون در ببندیم، اون وقت راهش ندیم که این کار مشکلی. دستان ممنون و متشکرم. خانم مستانه شرق میگه زندگی کن و بگذار زندگی کنن، بهترین شعار، ساده ترین شعار و خیلی هم ساده آدم میتونه این رو عمل کنه. خب مرسی دوستان عزیز، اجازه بدید که از ترامپ شارلاتان بگیم که هر روز بیشتر و بیشتر در گل و گرد، در گل و باتلاق و گرداب فرو میره و کسی که گفت من میرم واشنگتن باتلاق رو خالی میکنم، خودش یه مش سوسمارای دیگر هم آورد انداخت توی این باتلاق، حالا این باتلاق بدتر از قبل شده. این مردک دیوانه در این نشست G7، ببینید چقدر آبروریزیه برای آمریکا وقتی که جواد ظریف رو تحریم میکنه، فرانسه جواد ظریف رو دعوت کنه، همین ترامپ هم خبر داشته باشه بیارنش اونجا. یعنی چی ملت؟ یعنی اینا به شما دروغ میگن، خوش باور نباشید، میگه تحریم ولی از پشت با هم معامله میکنن، حتی از پشت خودشون. بمانه اونجا آمد و گفت چون ذاتش بیزینسمنه، ولی بیزینسمن عقب افتاده ایه، یعنی شما اگه بری نگاه کنی بابا طرف اومده اینجا میگه، این خانم کریستین امانپور میگه من وقتی رسیدم اینجا 10 دلار داشتم و یه چمدون، همشون هم دروغ میگن. آقا مگه میشه پدر مادر تو عجب آدمای احمقی بودن که یه دختر دانشجو رو فرستادن خارج با 10 دلار، هر کی میمد حداقل 2-3 هزار دلار پول داشت، بعد اون موقع شهریه میگرفت، چیز میگرفتن، پول براشون میفرستادن، اینا بماند حالا. ولی ما میگیم اینا درست میگن، اینا با 10 دلار و 100 دلار و اینها بالاخره موفق شدن، زندگی ساختن، درآمدی دارن. ولی این احمق شارلاتان میگه من یه 10 میلیون دلاری از بابام گرفتم شروع کردم. دوستان این 72-73 سالشه، 50 سال پیش 10 میلیون دلار میشد اصلا 4 تا استیتو بخری، همین الان میشه تو آمریکا چند تا استیتو بخری چون همه ورشکست کردن. اون وقت این پول نساخته، همه رو خراب کرده، انقدر خراب کرده که هیچ بانکی بهش پول نداده، رفته سراغ بانکای خارج، بانک خارج هم گویا بهش ندادن، تا رفته کوسینر یعنی زامن،
زامن آورده. این یک کلمه هست آلیگارد، فکر کنم توی روسی بهش میگن کلمه به اصطلاح اشراف. حالا اشراف هم دیگه عوض شده، پولدارایی که خدا میدونه این پولم به چه صورتی درآوردن، اونا امضا کردن این پول گرفته. به خاطر همین هم هست کسی که دروغ گفت من تکسا رو نشون میدم همچین که انتخاب شدم، اول گفت تکسا رو نشون میدم همچین که از طرف جمهوری خواها معرفی شدم، بعد گفت حالا انتخاب که شدم نشون میدم. الان 3 سال گذشته هیچ کار نکرده، بالاخره دادگاه و مجلس و اینا رفتن دنبالش، دوچه بانک گفته ما برقای مالیاتی رو داریم ولی دادگاه باید به ما بگه نشون بده، اینا همش دادگاه و اینها. و یکی از اشکالای بزرگ آمریکا به خاطر اینکه انقدر قوانین زیاده که شما وقتی یه شکایت داری اگر شکایتتم برحق باشه، اونی که ناحقه ولی پول زیادی داره میتونه وکیل زیادی بگیره، میتونه اینو کش بده، اون برنده میشه، شما بازنده. اینم متاسفانه دادگاه آمریکا که میشه گفت بیدادگاه های آمریکا. ولی این احمق در نشست G7 آمد و به جایی که حالا بره 2 کلمه یاد بگیره تو اون نشست به اصطلاح تغییرات هوا و اینها، محیط زیست و اینها شرکت کنه، آمد گفت که سال دیگه شما بیان، روسیه هم میگن بیان، اصلا بیان تو این هتلی که من دارم، نداره، مال خودش نیست، همش دروغ، همش وام، همش بدهکاری، همش حق کارگرها رو خورده، بیاین اونجا. فوریا گفتن آقا این میشه conflict of interest تو ایرانی نمیدونم چی میشه، برخورد منافع، نمیدونم یه چیزی که مثلا البته الان تو ایران و قبلا هم که تا دلت بخواد بوده، مثلا طرف باباش تو شرکت نفت کار میکنه، بچه میره قرارداد داره میگیره، در صورت که میگن آقا خب این قرارداد خبر داشته، قیمتا رو هم میدونسته، اگر مثلا مناقصه گذاشتن این کمترین قیمت رو زده، برنده شده فلان اینا، ما اصلا با conflict of interest بزرگ شدیم. بمان گفتن آقا نمیشه و اینها، و بعد گفتن نه میشه، حالا برید دادگاه شکایت کنید اینها. میخوام بهتون بگم بعض وقتا لعنت به زبانی دهانی که بی موقع باز میشه، این ماجرای همین ترامپ احمق و نادانه. اگه چیزی نگفته بود 20 روز یک ماه، مگه شما قبل از این G7 از سال قبل میدونستید که کجای فرانسه هست، تو کدوم هتله، تو کدوم ساختمونه؟ نمیدونستید که. تازه برای سکیوریتی و امنیت نباید بگن، چون ممکنه الان از حالا یک کسی بره تونل بزنه اون زیر آماده بشه بعد یه سال بیاد بیرون. بمانه سر صدا بلند شد که این کار غیرقانونیه، این کار اساسی نیست و اینها، و آمدن پرونده های اینجا رو کشیدن بیرون. اولا یه عده کارگرش بدون اجازه کار اونجا کار میکنن، کسی که از دیروز تا حالا داره سر صدا میکنه، یک بیچاره‌ای که اینجا دکترا و دانشگاه گفتن این خانم بیاد اینجا چون مریضی داره که ما داریم روش آزمایش میکنیم و میخوایم به اصطلاح دنیا رو از این مریضی آگاه کنیم و براش دارو بسازیم و اینها، این مردک گفت که این باید بره، ویزا نداره، ویزاش تموم شده، هر 2 سال ویزا رو تمدید میکنه و اینا. ببینید یعنی این حتی با افراد مریض و درمانده و اینها هم سر دعوا داره. خلاصه بهش گفتن که آقا اینجایی که شما گفتی اینا بیان، بیش از 500 تا شکایت بهداشتی و این چیزا داره، شما میری یه جایی خوراک میخوری، یه دفعه میبینی پشت پنجرهش پشه هست و اینا، میای زنگ میزنی اداره بهداشت میری نگاه میکنه، میگه آقا حالا درست دروازه بسته میشه ولی 20 تا پشه پشتی پنجره اینقدرم سیاه، یعنی اینجا هر کاری خواستن کثافتی خواستن، این درست نیست، شما باید اینو بذاری اونو بذاری، زنگ بزنی پست کنترل بیاد فلان بیسار اینا، پست کنترل. خلاصه اونا هم نشستن برای همین، بیش از 500 تا شکایت، و از همه بدتر اینجا یه چیزی هست بهش میگن بد باگ. نمیدونم تو شیراز بهش گفتن سرخک، نه اون سرخکی که بچه ها میگرفتن ها، یک چیز کوچیک که کک هم بهش میگفتن. خلاصه خیلی هم بد بود، مثلا اگه یه خونه ای داشت معمولا مثل خودی ها رو نمیزد، یا اینا عادت کرده بودن که غریبه اگه میرفت اونجا میزد تیک تیکش، میگه فردا بیچاره اصلا انگار آبله ریخته بود بیرون. خلاصه
بله مانی میگه زود شروع کردی مانی، خیلی ممنون. یه شعری میخواستم من ایشون برام فرستاد و اجازه بدید من این در رو ببندم دوستان بیام خدمتتون. یک لحظه امانم بدهید، الان میام سراغتون. بله، ما دیروز با دوستانمون بیرون بودیم و یکی از این دوستان گفت که چند سال پیش تو یه شعری از آقای هادی خورسندی خوندی که اگه میخواید پول قرض بدید به دوستانتون بهشون بگید که اینجور و اونجور، و ما گفتیم خب اگه حالا با هادی بگیم که هادی سرش شلوغه و تا بخواد جواب بده شده سال آینده، چون مخصوصا آلمان که بودم دوستان بهم گفتن وایسا آخر آگست هادی داره میاد چیز آلمان. گفتیم خب بهترین راه اینه که به مانی بگیم، مانی منصور خورسندی داداش هادی، و ایشون لطف کرد و شعر و فرستاد و اینها. یه لطف نور علا نور شعره رو با صدای خودش هم خونده، ولی چون کلماتی که توش استفاده میشه حتی خودش نقطه چین کرده بود تو نوشته که فرستاده بود، بهتره که نخونیم. اگه کسی خواست اونو بگه من براتون بفرستم، یا شاید اصلا گذاشتمش رو صفحه فیسبوک. بله، بماند از اون روستاها شروع کردن که این محل هتلی که این میگه اولا یکی دو ساله مشکل مالی داره، چون خیلی ها قبلن که میرفتن خب ترامپ هم مثل یه هتل دیگه، ولی بعدن که فهمیدن این ترامپ همون ترامپ شارلاتانه و این ترامپ حق کارگرها رو خورده، این ترامپ اینجوری پول جمع کرده، اینجوری آتلانتیک سیتی رو به گند کشید و شکست کرد و اینها، مثلا اگر سالیانه میرفتن اونجا برای جشن کریسمس، برای جشن تولد، برای میتینگای اینا رو کم کردن، اصلا قطع کردن، اونجا ضرر میده. اینم که حالا اینجا هی واسطه و توضیح میداد اینجا 50 تا اتاق داریم، اونجا 50 تا اتاق داریم، بدبخت این سلزمنایی که وقتا تو فیلما میدیدی میمدن دم خونه ها کاسه بشقاب و جار برقی و فلان اینا میفروختن، خلاصه گند کار بالا اومده که آقا این محل ترامپ شارلاتان در فلوریدا بد باگ داره. صحبت از فلوریدا شد، حالا بعد برگردین این برنامه رو نگاه کنین، میگیم ما میگیم نقل سیگار، میریم سراغ فرد دیبا و اکبری، میگیم نقل این، میای سراغ اون، همینجوری رپ داره. و این چی شد از بس گفتیم رپ داره، رپش فراموش شد و رفت. در صورت بذارید من اینو بهتون بگم، آقای مهدی زاده از پریروز برای من یک چیزی فرستاده برای فردا شب به نام شب شریفان. شب شریفان رو به انگلیسی میشه بگیم نوبل نایت. البته این نوبل اسم یه نفر بوده، حالا اگه اینا به عنوان شریف استفاده میکنن برای شریف چیزای بهتر و اینایی هست که توی دیکشنری اون هست، ولی ایشون میگه نوبلز نایت باشه، اب نداره، ما حالا براتون اینجا میخونیم. بذارید ببینم آقای تبریزی، این آقای تبریزی هم ما از بس ایشون اسمش سه قسمتیه، مهدی تبریزیه، تبریزی مهدی زاده، بله، ولی ایمیلش ساده TU66 Sunday Flyer. بعد یه ایمیل فرستادن خالی بود، بعد از اون ایمیل یکی دیگه فرستادن، بذارید تو این من ببینم اینجا پیداش میکنم، TU26، یعنی TU26 اینجا ببینیم هستش، دوباره این صدده، این صدده مال فردا شبه. این فلایر رو بعد از این چیزایی که ما گفتیم ایشون یه فلایر بهتری درست کرده. اجازه بدید یه زنگی هم ما به ایشون بزنیم، چون یک توی یکی از پیاماشون خیلی قشنگ گفته بود ما بالاخره با سوزن این چاه رو کندیم، یعنی نه بیل مکانیکی و نه به اصطلاح وسیله و اینها، و امروز به یه جایی رسیدیم. البته این فلایرشون رو اجازه بدید من دانلود کنم اگه بشه که تو چیز بهتر نشون بده، توی
صفحه اصلی، چون اینجا این پایینش اینا رو در اصل اون بالا که لوگو هست، لوگو الان نمیدونم تو فارسی علامت میگیم چی میگیم، میان پایین‌تر اینا رو شما احتیاج دارید. شب شریفان، شنبه ها، شب پدران، مادران و فرزندان، شادمان شادمان شب، دوستان و نزدیکان و مهربان، شب فخر ایران. ادمیشن، این ادمیشن یعنی بهای بلیت، 26 دلار including dinner and dance، یعنی پول رقص و شام و نوشابه و چایی و میوه هم بعضی وقتا هندونای خیلی خوبی ایشون میخره، خودش هم میاره، خیلی عالی. همینجا توی ویتنام هست، به قول دوستان ایرانی در قلب ویتنام، در غرب ویرجینیا، نزدیک بلتوی، نزدیک 66، نزدیک 495، و آدرسش هم هست 8306 A Building Old Courthouse Road Vienna Virginia 2282. شماره تلفن ایشون هست 202-680-0456. بذارید من به اصطلاح یه زنگی بزنم، بعد از مدت‌ها که نبودیم با ایشون صحبت کنم. 680-0456 و بله اینجا که صدای من میاد، این صدای اینم میکروفونش بذارم اونجا روبروی اون اسپیکر و با آقای مهدیزاده صحبت کنیم. شب شریفان فردا شب به احتمال زیاد من هم اونجا خواهم بود، اگر اینکه جایی که کار میکنم طولانی بشه و دیر بشه، چون ما بعض وقتا مثلا میگن از 7 تا 10، ولی به جای 7-10-8 شروع میکنن، به جای 10 هم میره به طرف. آقای مهدیزاده سلام، سربی هستم با دوستان بیننده و شنونده، میتونی صحبت کنی شما؟ ترکی صحبت کنم یا فارسی؟ اتفاقا ترکی هم صحبت کنید، بیننده ها ممکنه متوجه بشن. آقای مهدیزاده من درباره شب شریفان صحبت کردم و خیلی پیام شما قشنگ بود، اونجایی که گفته بودید من با سوزن یا ما با سوزن این چاه رو کندیم، فعلا حالا یا با آب رسیده یا به نفت رسیده. یه مقداری درباره فردا شب و شبهای دیگه، برنامه‌های دیگه، من دیشب با دوستان بودم، وقتی داشتم میومدم اونجا وایستادم و اون محل شما رو به این دوستان نشون دادم، گفتم آقا اگه تولدی دارید، اگر ایونتی دارین، حراجی دارین، خب استفاده کنید. ایشون پرسیدن ایشون چند میگیره برای این محل، گفتم با خودشون تماس بگیرید. شماره تلفن شما هست 202-680-0456. من ساکت میشم، شما چند دقیقه درباره این شب شریفان که در خیابان اولد کورت هاوس رود، به قول دوستان در قلب وینا، در قلب ویرجینیا فردا شب هست، توضیح بدید. بفرمایید. والا میگن که چیزی که عیان است شهادت به بیان است. کاکا شب شریفان یعنی شریفا بیان دیگه، یعنی قصد ما اینه که در این دنیایی که به این حالت داره تلاش میکنه و دست پا میزنه، شریفان فقط میتونه نداشتش بده. بله، حالا بعضی از دوستان فکر میکنن باید حائز شرایطی باشن تا بیان اونجا. درست میکنیم دیگه. بله بله. خب چیه این برنامه، چه ساعتی شروع میشه، چگونه است؟ و من دیدم اون دفعه یکی از دوستانمون آقای چیز دیدم، هم آکاردون، نه اون چیه که شبیه آکاردون، گارمن، آها گارمن میگن، چی میگن، اونو میزد و اون طبل آذری و اینا خیلی قشنگ و با چند تا زبان هم اینا میخوندن شعرهای مختلف، حتی خود هزار میتونن اونجا به عنوان کاراوکی یا میکروفون آزاد بیان صحبت کنن یا آهنگ بخونن. آقا یکی از دوستان از کالیفرنیا اعتراض کرد، ایشون شیرازیه، میگه به آقای مهدیزاده بگو کاکو نه کاکا. گفتیم چش. ضمناً خانم دکتر جیلانی هم که فرانسه هستن و ترکی بلدن نوشتن آقا شما گفتید شریف، چه جنس ناپیدایی، یعنی کار مشکل کردید. بفرمایید آقا مهدیزاده. خواهش میکنم از فضول که جناب سربی،
همون که با سوزن تا چندین و داره به آب میرسه و تقریبا رسیده، ما برای شریک شدن جهان پروژه داریم. حرف مفت نمیزنیم، شوخی هم با کسی نداریم. پروردگار ما ما را هدایت میکنه، طرحهایی که لازم و نیاز دنیاست به زودی در اختیار دنیا قرار میگیره. منتها ما الان داریم زمینه را فراهم میسازیم با این الفاظ جشن جهانی ایرانیان یا شب شریفان، که در دنیا اون فرهنگ غنی که داشتیم یه گوشه از اونا را تقدیم دنیا کنیم و خوشبختانه هم خوششون میاد هم استقبال میکنن و هم نیاز داره، دنیا نیاز داره که با هم خوب باشه. وقتی با هم خوبیم شبا که میخوابیم راحت میخوابیم. خوب بودن برای خودمون خوبه، نه برای دیگران. بسیار ممنون. خب پس امیدوار باشیم که دوستان فردا شب بیان سری بزنن، دوستان دیگه شونم بیارم. من یکی دو بار دیدم برنامه های تولد و اینها رو، خیلی قشنگ، مخصوصا ما که حالا ممکنه خانواده هامون نباشن اینجا، ولی وقتی میایم اونجا با دوستان دیگه با ایرانی های دیگه احساس میکنیم که در یه خانواده بزرگی هستیم. اونجا فکر کنم به خوبی 80 تا 100 نفر رو جا میگیره، دیدم صندلی های خیلی راحت و بله بعد موقع شما هم سر پا وای نیستین، بعد موقع نه همیشه، ولی خب تقریبا 120 نفر میتونیم با حالت کلاس قرار بدیم، ولی برای نشستن اینا 100 نفر جا میشه. بسیار ممنون. شما اون روز درباره این صحبت کردید که اینجا حتی پتانسیال یا این ظرفیت رو داره که وسط هفته، یعنی ببخشید یعنی آخر هفته شنبه شنبه ها بازاری هم اونجا را بندازیم و دوستانی که نمیخوان هر روز یه مغازه‌ای داشته باشن ماهیانه اجاره بدن، میتونن اونجا میزی اجاره کنن، غرفه‌ای داشته باشن و با دیگران به صورت تعاونی یک فروشگاهی را بندازن. اون برنامه ها رو کی در فکر هستید که شروع کنید؟ همین که دوستان ما بشنون به ما اطلاع بدن، آمادگیشون رو اعلام کنم، ما بلافاصله هر لحظه ما آماده ایم که این برنامه پیاده بشه. بسیار ممنون. منم خب در گذشته سابقه برگزاری کریت شو را داشتم و امیدوارم که این بدعت بشه و همه بهره بگیرن و سعی من این از جناب سربی از شرکت های بزرگ دنیا کادو بگیرم برای مردم، برای بازدید کنندگان، کمان که در 13 به در اینا من از شرکت های مسافر بر اینا بلیط های رایگان میگیرم برای ایرانی ها. اون وقت اینا را ما سعیمون این است که هر چی میاد با دست پر از اونجا بره، فقط یه نمایشگاه نیست. بسیار عالی. آقای مهدی‌زاده، به امید دیدار شما و دوستان فردا شب در شب شریفان در وینا نزدیک البرز رستوران، این اولد کورت هاوس رود و نزدیک اون ساختمان تریپل ای، خیلی لندمارک خوبیه اون ساختمان تریپل ای، وسط قرار داره و این محل شما به اصطلاح اون اطراف هست و خیلی از لحاظ پارکینگ و اینها اصلا مشکلی نیست، هیچ که نمیخواد پول پارکینگ و اینها بده و به نظر من جای بسیار خوبیه. دوستان بیان امتحان کنید و اگر نظراتی هم دارید درباره این که از این محل چگونه میشه بیشتر استفاده کنیم، مثلا میشه کلاس کاراته را بندازید، شنبه ها کلاس فارسی را بندازید، کلاس های انگلیسی برای بزرگسالان را بندازید و الی آخر. آقای مهدی‌زاده، میدونم شما همیشه پر انرژی در حرکت هستید، از اینکه وقتتون رو به ما دادید تشکر میکنم. آخر هفته خوبی داشته باشید. بفرمایید. بله، در نظر داریم 13 شب چهارشنبه سوری را در پارکینگ اونجا، اگر از حالا کسانی بخوان استقبال کنن به ما بگن تا ما از کانتی اجازه بگیریم و اونجا شب چهارشنبه سوری را هم نزدیک برای همه و هم خیلی امکانات وسیع، بدون اینکه پارکینگ مشکل داشته باشن، اینا خیلی راحته، اکسسیبل به همه جا. بسیار عالی. خواستم به سوری را از حالا تبریک میگم. بسیار عالی. خانم دکتر بهیه جیلانی هم از فرانسه میگن انشالله که به خوبی برقرار شود. من از طرف شما از خانم جیلانی دعوت میکنم هر وقت که آمدن آمریکا، آمدن واشنگتن،
مهمان ما باشن و بیان اون به اصطلاح برنامه، حالا یا شب شریفان یا برنامه های مختلف دیگه ای که شما میذارید. تو فرانسه هم برنامه خواهیم داشت به زودی، بذارین در موفق موفق بشیم، اونجا هم در پاریس قرار این شب شریفان رو تدارک بگیریم. خب حالا برای دوستانی هم که ترکی بلدن یکی دو جمله ترکی صحبت کنید، چون شما از میانه هستید نه؟ بله من خودم میانه، از میانه هستم و پدرم اهل تبریز بوده و ولی برای من همه جای دنیا برای من وطنه. بسیار عالی، بفرمایید. چوچدی؟ بله بله. من همسوا سلامون ما را چوچی در یادم نام چکه دو قدم را سهتون فارسی دانشتون نزد چوچی یادم نام چکه خلاصه این صدارمون بوده که عزیزلری و شریفلری سباکی دردار زیارتی گشتی به هر شمده. بسیار ممنونم آقا، به امید دیدارتون فردا شب. قربان شما، خدا حافظ. خدا نگهدارتون. دوستان عزیز با آقای مهدی مهدیزاده تبریزی بودیم. شماره تلفن ایشون هست 202 که اریا کد واشنگتن دی سی 680-04-56. اگر هم مشکلی داشتید وبسایت هم دارن، اسم وبسایتشون هست 26 عدد 26 بنویسید یونیورسیتی دانشگاه .org و من وبسایتشون رو نگاه کردم. خانم جیلانی هم نوشتن چوخ ساغولا شادوانیم. بله این ساغول یعنی زنده باشید، سلامت باشید. نه اینو در سفر ترکیه یاد گرفتم. خب دوستان عزیز ممنونم که با ما هستید و شما هم میتونید اگر برنامه دارید در تلویزیون مردم اعلام کنید و اینجا ما بعضی آگهی ها رو به عنوان پابلیک اناونسمنت سرویس این رو مجانی به دیگران خبر میدیم. بعضی ها رو وقتی کنسرتی هست و اینها، خب اونا درآمد دارن، چون من میدونم این بنده خدا آقای تبریزی درآمدی نداره، تازه از جیبش هم میذاره. خلاصه اونا چون درآمد دارن، خب ما هم انتظار داریم که از اون درآمد تلویزیون مردم را هم حمایت کنیم. یه بار دیگه از مینا خانم ممنونم به خاطر حمایتشون از تلویزیون مردم و همونجور که بارها گفتم شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، شما هم میتونید ویدیوهای دیگران رو ارسال کنید و با هزینه بسیار کمی اون ویدیوها رو از تلویزیون مردم برای 5 روز، برای 1 هفته، برای 1 ماه پخش کنید. این هم از این. بریم سراغ برنامه ها. شب شریفان 26 یونیورسیتی و این ماجرای بدباگ G7 رو فراموش نکنید. و اما عقبگرد به سال 2000 کار بیم. هی میگم خدایا این چیه من اینجا نوشتم؟ نمیدونم، اونایی که منو میشناسن میدونن من 20 سال پیش، اصلا شاید قبل از این که بیام تو کار رادیو تلویزیون، تو کار بیمه بودم. بیمه اینشورنس اینجا بهش میگه. و کار بیمه هم به خاطر اون کار کانترکت و قراردادی که داشتیم در رابطه با کامیونا و اینها، از بس بیمه یا بهمون اذیت میکردن برای که چیز کنیم، خودمون تصمیم گرفتیم گفتیم بیمه بخریم و رفتیم بیمه. اینجا شما تنها کاری که میخوای انجام بدی و ازت گواهی نامه و لایسنس و جواز نمیخوان تلویزیون داری، و الا شما هر کاری دیگه بخوای، مکانیک بخوای بشی باید بری کلاسش، نمیدونم بگید بیمه میخوای بفروشی باید لایسنس بگیری، ماشین میخوای بفروشی، اینقدر دیدید ما منجمن شما متلک میگیم برای این ماشین فروشای بیچاره، این باید یک کلاسی بره استریت ویرجینیا قبولش کنه، بره دی ام وی لایسنس بگیره. این لایسنس حالا درست تو ایران میگفتن لیسانس، ولی همون جواز، بهترینش برای فارسی جواز. و ما این 1999 98 99 2000 3 سال. البته بعض وقتا وقتی میگی 3 سال، شما ممکنه آخر 99 اومدی 2000 هم بودی، یعنی دو سال میشه 3 سال، یه ما چند ماهی. بالاخره تو کار بیمه بودیم و یه شرکتی داشتیم به نام American Insurance Agency. یادتون باشه وقتی میخوان یه اسم انتخاب کنید، مثل ترامپ نادان نرین اسم خودتون رو بذارید،
که اگه مشکلی پیش آمد، اولا فامیلی تی ترامپ اون آخر الف باز، فامیلی اس آخر الف باز، دیدید اینایی که عقلشون میرسه میذاره تریپل ای 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 میره بالای لیست، چه اون موقع که یلو پیج بود، چه الان که کامپیوتر اینترنت اینها. ما آمدیم گذاشتیم American Insurance Agency و خیلی هم عالی بود. تن یک نفره، با وجودی که من یادم وقتی که لایسنس گرفتم اون کسی که آقای باب ایتیه، شاید الان زنده باشه، فران رویا، این یه جورایی منو میزد تو چشم دخترش میشل که ببین تو آمریکا بزرگ شدی و اینقدر کلاس رفتی و نمیدونم فلان اینها و نمیتونی این لایسنس رو بگیری، اینجا مثل منشی کار میکنی، ولی این سوربی هی هم میگه من انگلیسیم خوب نیست. دفعه اول رفت لایسنس گرفت و آمد و اینها، خلاصه که یکم اون دخترش با ما بد شده بود. بمانه ما در عرض این دو سه سالی که اونجا بودیم با بیش از 53 تا دیگه بیش از چیه با 53 تا شرکت بیمه لایسنسشون رو گرفتیم کار میکردیم. یادمه این روزی رفتم آقای مصدق پارسا آگهی زده بود که میخواد کسی رو استخدام کنه برای شرکتش. ما گفتیم خب بریم اول برای این و اون کار کنیم یاد بگیریم، بعدن شما هم این کار رو بکنید. ببینید دوتا چی امروز بهتون یاد دادم. اگه میخوان یه شرکت باز کنید، اولا سعی کنید اسم آشنا برای اینا باشه، بعد اسم و فامیل خودتون رو نذارید، اسم گویای کاری که انجام میدید باشه. یعنی دیگه وقتی میگی American Insurance یه نفر باید مثل سوربی نادان باشه که نفهمه این در رابطه با اینشورنسه. ولی از امروز شما دقت کنید 100 تا اسم میبینید، خب میگید این چیه، برای چه کاریه؟ یا ترامپ گذاشته ترامپ یونیورسیتی، ترامپ نمیدونم فلان، که مردم میگن آقا ما اینجا پول دادیم بیان اسم اینو بکنیم ببر. بمانه با این 53 تا لایسنس توی کیفمون بود رفتیم اونجا. ایشون پرسید که شما جواز داری یا بفرستیمت کلاس؟ گفتیم ما جواز داریم ولی آل استیت باز باید کلاس خودش رو بری. گفت از کجا جواز داری؟ ما اینا رو مثل 52 تا ورق دادیم بهش. گفت بابا ما این همه سال از دانشگاه تگزاس اینجا فوق لیسانس گرفتیم و آمدیم و تو ایران هم مدیریت چیز خوندیم، اقتصاد نمیدونم فلان اینها، سه تا لایسنس داریم، سه تاش هم مال بیمه آل استیت، یکی مال لایف و هلت و یکی هم مال پراپرتی کژولتی، یکی دیگه هم یه چیزی مال این یکی بیمه های مالی بهتون میفروشن. خلاصه گفتیم اینجوری یه چند من دادم با ایشون کار کردیم که بعد دیگه اون امریکن اینشورنس زدیم و وقتی هم اونجا رو داشتیم باز با هم کار میکردیم، چون ایشون آدم بسیار خوبیه. اگه بیمه میخواین در این منطقه زنگ بزنید آقای مو پارسی توی اشبرن، البته ایشون الان شرکتش رو فروخت به یه نفر دیگه ولی با اون داره کار میکنه تا اون را بیفته. اینجا اینم رسمه که وقتی یه نفر یه کاری رو انجام میده یه مدت وای میسه، به اون طرف به اصطلاح مثل دو امدادیه، شما این باتون همون چوبه که میخوای به دست اون، شما داری میدوی، اون یکی همراه میدوی، وقتی هم بهش دادی باز میدوی که مطمئن بشی گرفتت شوین ها بماند. ما گفتیم بابا این تلویزیون که دوستان هرچی میگیم حمایت حمایت نمیکنن و تلویزیون هم دیگه داره از بین میره، همونجور که بیل گیت گفت آقا این که هر کسی میره ببخشید دیگه تو توالت هم که میشینه تلویزیونش رو چیزش روشن میکنه فیسبوک، آقا بر پدرش لعنت دیروز یه چیز تندی خوردم الان دارم میسوزم، شما هم داری میبینی. اون یکی نیکد کابوی از تو نیویورک دوربین گذاشته تو اتاقش با خانمش هر کاری میکنه شما میبینی اینها. گفتیم باز برگردیم سراغ همون کار بیمه و اینها و ممکنه شما باور نکنید اون چیزی رو که من سال 2000 به یکی از این دوستانی که با هم بود و اینا، چون اسپانیش بود و گفت که دنبال کار میگرده و اینها، گفتم بیا ما مشتریامون بیشتر اسپانیش هم، چون تو دوتا زبان میدونی، زبان انگلیسیش خیلی خوب نبود، گفتم اینا میتونی این کارو بکنی، مجانی بهش دادیم آمدیم کنار. الان 700 هزار دلار میخواد برای همون، یعنی 20 سال که گذشته سالی 35,000 دلار گرونم نمیگه خدایش، سالی 35,000 دلار بهش میگن بوک آف بیزینس. با بوک آف بیزینس اینه که شما سرقفلی خودمون که میگن شما میری یه جایی رو
به اصطلاح باز میکنی، هی میشینین میان میرن، وقتی راه افتاد طرف نمیتونه بیاد بهت بگه همون پولی که من بهت دادی تو بهم بدن برو بیرون. شما میگی بابا من عمرمو گذاشتم اینا. خلاصه ایشون گفت اگه میخوای 700 هزار دلار بیا اینا. گفتیم نه بابا ما نه پولش رو داریم نه دیگه الان سنمون ایجاب میکنه که دوباره بیایم این بیزینس از اول شروع کنیم. و کار اینشورنس هم اینجوریه، شما اگر لایسنس یا جوازت رو تمدید و تجدید نکرده باشی دوباره باید بری امتحان بدی و خودشون میدونن چون شما قبلا امتحان دادی برای شما ساده است و اینا. بعد گفتیم نه ممکنه بیایم اینجوری. پتیک چون از به اصطلاح این برنامه من خبر داره گفت که حالا رفتی صحبت کنی برای بیمه شیری یا روبا. این ماجرای شیری یا روبا هم نمیدونم به مسئله شکار و جنگل و اینها برمیگرده. یکی برای من بنویسه اصلش که از کجا میاد. گفتم والا این موضوع شیر بودن یا روبا بودن نبود، با وجود که ما گفتیم نه نه پولشو داریم نه میخوایم بخریم. ایشون گفت اگه میخوای میتونی بیای کار کنی و اینها. ولی حقیقتش بهتون بگم من آدمی نیستم که بتونم 10 ساعت 12 ساعت یه جا ثابت بشینم از صبح تا شب. دوست دارم این ور و بر بچرخم. و یادمه از موقعی که هوابرد شیراز بودم دم در نوشته بود که موجیم که آسودگی ما عدم ماست، آسوده از ما آسوده از آنیم، ما زنده از آنیم که آرام نگیریم، یه چیز اینجوری. و پیرو اون شعاری که میگن آبی که یک جا بمونه باطلاق میشه و گند میزنه، ترجیح میدم روان باشم. کارهای دیگه ای هست انجام میدم. همین سپتامبر 8 قرار از ساعت 10 صبح تا 11 شب برای یه نفر که عروسی داره برم کار کنم. خیلی هم کار ساده ایه، بریم مثلا از هتل و از فرودگاه مهموناشون رو ببریم برای اون سرمونی یا مراسم، بعدم برگردونش اونجا و اینها. و این وقت فهمید که من برای واشنگتن بیس میوزیشن کار میکردم، خیلی هم خوشحال شد، گفت دیگه شما الف A to Z اینو میدونید. امروز وقتی که دوتا عکس رو برای آقای چمنارا فرستادم و برای دوستان دیگه که ببینید این شاه اللهیا چقدر ذلیل شدن که از اون ماجرایی که شیخ حسن توی مراکش، این شاه حسن بوده کی بوده سلطان حسن بوده نمیدونم، تو مراکش حاضر نشد این ولیعهد رو ببینه و کسای دیگه محلش نمیذارن، اینا حالا مجبور شدن بیان عکس فتوشاپ کنن. حالا شما میگی آقا شما از کجا میدونی فتوشاپ؟ من بهتون میگم. اولا یک وبسایتی هست به نام ایمیجز یا گوگل ایمیج، هم از این وری اگه بنویسید میاد هم از اون ور، ایمیجز گوگل یا گوگل ایمیجز میاد. شما میتونید عکس های خیلی زیبا پیدا کنید، های رزولوشن پیدا کنید. شما میتونید عکس ها رو، عکس خودتون رو حتی بفرستید، اگه پیداش نکنه عکسای شبیه اونو پیدا میکنه و اینها. و این کار آسونیه. حالا بذارید من این عکس رو به شما نشون بدم و صحبتی داشته باشیم از این شاه اللهیای عقب افتاده و بدبخت که دیگه ببینید به کجا واقعا رسیدن که به دروغ برای همدیگه بیان عکس بفرستن و این دروغای بزرگتر رو برای هم بنویسن و ببینید چجوری با یک کلیک آبروشون میره. اینجا این عکس ترامپ رو جوری گذاشتن با این، حتی سعی کردن اندازه هاش یکی باشه که در شما این تصور ایجاد بشه که شما فکر کنید اینا یه جایی پهلوی هم بودن، ولی اصلا اینجوری نیست. حالا اون مزخرفی که زیرش نوشته که یه نفر برای اینا نوشته جلسه سیاست گذاری امنیت ملی کاخ سفید پرزیدنت دونالد ترامپ، این مزخرفایی که این دکتر عقب افتاده که فکر کنم نه دکتر باشه نه چیزی، این حمزه پور را انداخته بود، نمیدونم من وزیر ارشدم، من مشاور ارشدم اینها، اینجا نوشته که آقای وزیر پامپو، من کاملا از میزان محبوبیت فرزند شاه متوفا یا متوفی ایران در میان مردم ایران آگاه هستم. من گزارش آنالیز شخصیتی ایشان را که سازمان سیا تهیه کرده بود نیز اخیرا مطالعه کرده و لذت بردم. این کی به کی داره میگه من نمیدونم. اگه مردم ایران خواهان بازگشت حکومت پهلوی به ایران باشن، من از این اقدام حمایت قاطع خواهم کرد. تروریست اسلامی در خاورمیانه از ایران آغاز شد، در ایران هم پایان خواهد یافت و آقای پهلوی میتواند نقش کلیدی در آن داشته باشد. ببینید دوستان، اساس پایه اینها بر دروغه. حالا بذارید من یه عکس دیگه بفرستم اینجا، یه لحظه صبر کنید، این دو تا این دو تا عکس رو بعد براتون با هم نشون بدم. امیدوارم که به اصطلاح
اینجا اینو قبول کنه، چون میگم بعضی وقتا فرمت‌هاشون با هم فرق میکنه. ما این عکسو میاریم اینجا، این عکسم میذاریم اینجا، این دوتا رو پلیر 4 و پلیر 3 رو برای شما میذاریم کنار هم، یه بار تک تک نشون میدیم، پلیر 3 پلیر 4. دوستان این دوتا عکس رو نگاه کنید، عکس ترامپ رو برداشتن، انقدر اینها عقب افتاده هستن که حتی بلد نیستن با فتوشاپ کار کنن که اون بک‌گراند یا پشت صحنه اونو نگه دارن. آمده کاملا کرده چی مشکی. بعدم این رضا تنبل عقب افتاده رو با این حال و روزش گذاشته اینجا، همیشه مثل این که تازه از خواب بیدار شده، از بس میشینه گیم بازی میکنه، ورق بازی میکنه و سیگار میکشه. اینم مثل مامانش دودکش. ببینید این عکس آقای چمنارا، اون خانمی که به شما گفته بود من تا مشخص نشه که این عکس درست یا درست نیست دربارش صحبت نمی کنم، اون درست گفته. نگاه کنید این عکس اصلش این بوده، فتوشاپ کرده. حالا وقتی صحبت از فتوشاپ شد، این دوستمون به من گفت که آی سوربی، حالا که صحبت از فتوشاپ کردی، روی صفحه مردمریپورت.com عکسای از شما هست، این عکس ها هست، بذارید من بهتون نشون بدم، که نشون میده شما با هیلری کلینتون، با نمیدونم افراد دیگه عکس گرفتی، و اونجا این شاه الله‌ها نوشتن که اینا فتوشاپ. دوستان اونایی که وارد هستن میتونن قشنگ عکس ها رو تجزیه و تحلیل کنن ببینن هست یا نیست. میگم شما باور نمیکنی، مثلا این عکس رو خود خانم کلینتون، وقتی که میدونی که بیشتر اینا از تو آشپزخونه میرن و میان، از مثلا اتاقی که اون بالا هستن، بالرومی که هستن، با آسانسور میان، حتی از آسانسورایی که برای خوراک و برای مبل و اینا استفاده میکنن، صندلی و اینا میان که مردم تو دستپاشون نباشن، این به اصطلاح اون جایی که سیکرت سرویس هم میره. این خانم تا اومد از پله ها آمد پایین، برای که این به اصطلاح بک‌گراند و ستاپ پشتش رو یا استیشن رو آزمایش کنیم، گفتن وایس اینجا عکس بدیم، خودش صدای من زد گفت بیا، دست دادیم با هم. و من سالها وقتی با اینا کار میکردم اصلا نمیرفتم عکس بگیرم، هر کی هم میگه آقا تو، میگفتم بابا اینا مثل ما هستن و اینا امروز میان فردا میرن. این مثلا این عکسه، بذارید عکس بعدی رو بهتون نشون بدم. این موقعی که من با هیلری کلینتون میرفتم اینور و این تو کالیفرنیا، قبل از اینکه اصلا این بیاد، اتفاقا به سعید گفتم یه رستوران خیلی خوبیه، یه جاییه که وقتی ما رو با مینیبوس میبردن هتل رو میآوردن، اون موقع این پاریس هیلتون زندان بود و میگفتن اینجا هم پاریس هیلتون زندانه. گفتم خب پاریس هیلتون به ما چه که زندانه. میبینید این عکس کسی نمیتونه اینجوری فتوشاپ کنه. اگه بخواد فتوشاپ کنه باید مثل رضا پهلوی عقب افتاده نمیدونم پشتش سیاه کنن و فلان اینا، مثلا این آقای بابدور، اون خانمش الیزابت، این یکی که مرد رابرت نوآک، نمیدونم میدونید برنامه های سی این این برنامه بود به نام خط آتش کراس فایر، و این به عنوان یک ریپابلیک، یک کانسرواتیو تندرو، و می اومد با یه آقای دیگه که اون خیلی هم شوخ و اینها، و اتفاقا شبی که من اینجا بودم خانم بدری همدیار هم تو واشنگتن بود، و خانم بدری همدیار هم اومد و اونجا با جورج بوش هم عکس گرفتیم. این جورج بوش تو این اتاقی که ما بودیم، افرادی که میمدن اونجا $18,000 میدادن که بتونن بیان تو اون اتاق. میدونید اینا شبی مثلا میان $1,000 میدن برای یه بشقاب، به اصطلاح بهش میگن $1,000 for one plate، سر یه میز 12 نفر میشینن، وقتی $10,000 بهشون بلیط میفروشن خوشحالن که دو تاشو مجانی گرفتن، ولی ما اونجا پولم میگرفتیم چون ما داشتیم کار میکردیم. این حالا خانم الیزابت دول، این زن باب دول، و این اون وقتا مسئول صلیب سرخ اینجا بود. این باز جورج بوش. جورج بوش آدم بسیار شوخیه و من بارها گفتم خود آمریکایی‌ها میگفتن که این کسی که تو میتونی باهاش یه آبجو بخوری، ولی
قرار نیست با هر کی میتونی آبجو بخوری شوخی کنی بتونه سیاستمدار خوبی باشه. این مردک بنیادگرا، این کسی که بورن اگین کریستین شد و بعد این همه مواد و بعد این همه الکل و اینا، کنار وایت هاوس یه چپل کوچیکی درست کرده بود، صبح میرفت اونجا، وقتی میمد میگم من رفتم با خدا صحبت کردم. اینم نوت گینگریچ. حالا به خانم مینا هم گفتم هر کسی ثابت کرد این عکس‌ها تقلبیه ما $10,000 بهش میدیم. بیا این گوی این میدون، این آقای جسی جکسون اصلا مثل مور ملخ، ما اینجایی که میرفتیم اینا، این همین باز کالیفرنیا، مثل مور ملخ این افراد سیاسی اینها ریخته بودن. این رئیس پلیس واشنگتن، این تو مراسم فارغ التحصیلی بچهش هست که این بعدا رفت فیلادلفیا و شیکاگو و اینا، یه آدم خیلی معروفیه، فکر کنم چیف رمزی بهش میگن، خیلی هم آدم خوبیه. وقتی میری یه جا این اون نرپیش هم که سالها پیش توی لاس وگاس آقای کیوبا جونیور بود، سر یه میز داشت بازی میکرد، ما کمجور از این آقای لیبرمن که یه دفعه میخواست رئیس جمهور بشه، این جان کری که وزیر امور خارجه بود و بعدم میخواست رئیس جمهور بشه نتونست، اونجا هم باهاش صحبت کردیم که آقا این خانمیه که رئیس چیز رو پرزیدنت کرد، یعنی این بود مسئول فلوریدا که باعث شد جورج بوش به اصطلاح چیز بشه. و اینم گواهی دیگه، این عکس یادگاری که آقای تقی مختار که نمیاد بدون اینکه تحقیق کنه یه چیزی رو بنویسه و میدونست، هم منو میشناسه، هم اون آقای شیر محمدی رو میشناسه، هم پانورامیک ویژن میشناخت و اینا، اینجا نوشته بود که عکس یادگاری سوربی با رئیس جمهور آمریکا، بعدم به شوخی از اون بالا از اون پایینش نوشته بود که ای کاش که سوربی میگفت که وقتی با رئیس جمهور آمریکا روبرو شده به او هم گفته است کارمون خیلی خرابه یا نه. نخه من اونجا رفته بودم برای عکس گرفتن و ویدیو گرفتن و کار کردن و هیچ لزومی نداشت که ما به اینا بگیم کارمون خیلی خرابه. اینم عکس اومد زد داغون کرد سیستم ما رو. ببینیم حالا، امیدوارم خاموش نشه و روشن بمونه. نخه رو بله خاموش شد، صبر کنید تا دوباره روشنش کنم. ببین جورج بوش نابکار آمد نابخرد و زد سیستم ما رو خراب کرد. همینجا باشید، گرچه ما امروز ساعت 1:30 بود که بود شروع کردیم، میخوایم 1:22 میخوایم زودتر هم تموم کنیم و بذارید این سفر رو براتون بیارم اینجا. و بله اینم حالا ما هم مثل آقا رضا گفتیم عقب افتاده ها حتی پشت صفحه رو نمیتونن درست کنند، خودمونم حالا اینجوری شدیم. بذارید ببینیم که این میاد یا نه. افکت 1 کامرا و اینها، نه بازم نمیذاره کار کنم. شاید بهتر باشه برنامه رو همینجا ترک باشید، خونگرمید و بیریا. خیلی ممنون، متشکرم. عکس مامانش رو موقع سیگار کشیدن در هواپیما گذاشتم، خدا نصیبت نکنه 1000 تا پیام فوش برام فرستادن. آقای اکبری اول برنامه من اتفاقا اینو گفتم، ولی حالا بعد برو نگاه کن، ولی یه چیز شما نوشته بودید، اینم فکر کنم از ترستون بود، گفته بودید که این خانم چیز فره وقتی که به اصطلاح شاه فوت شد این جوان بوده اینها، ولی نرفت مثل جکلین کندی ازدواج کنه با یه پولدار اینها و آمد دور بچه هاش گرفت. آقا عزیز من این یه روز هم از بچه هاش نگهداری نکرده، دوست خوب. بعد ضمناً اگر اون سیستمی که ما از شاه دیدیم و اون برنامه‌ای که پول گذاشتن توی تراست برای اینکه اگر یکی از این خانواده پهلوی به اصطلاح نشه پادشاه و اینها اون پول باطل بشه، احتمالاً یه وصیتی هم لابد شاه کرده بوده، چون تجربه فوزیه و سریا و بگید دیگه، ماشاءالله ایشون از آخونده دست کمی نداشت از لحاظ زن و اینها، حتماً یه وصیتی کرده یه جای یک واویلا گذاشته برای فره که اگر رفت ازدواج کرد مثلا اینقدر پول فقط گیرش میاد و بره دنبال کارش. و چون این فره هم یک آدم
گدا صفتی بود که تازه به پول رسیده بود و اینها، به خاطر پول اینجا موند. بعدم پیش خودش گفت من چرا بیام برم ازدواج کنم، همینجوری که بازار آزاد بهتره، یه روز با آلن دولنم، یه روز با اینم، یه روز با اینم. ماشاءالله ایشون از لحاظ دوست هیچ کم و کسری نداشت، مثل که برگشتیم. بله خب اینم از این. فقط بذارید من این دوتا رو بردارم، این باشه، این باشه، این باشه، این باشه، اینم نباشه، این باشه. بله یکیش هست که پلیر 5 به جای فارسی علامت سوال میاد. اینم اشکال این دستگاه است که وقتی فونت فارسی رو میذاری بعد اینا رو تبدیل میکنه به علامت سوال و اینا، که یکم مشکله. دو تا تاریخ رو برداشت با اجازتون. تاریخ ها چی بود؟ بذارید ببینیم. بله اب نداره، 30 آگوست بود، 8 شهریور. بله اکبری خوب حد زدم که ترسیده بودی، چون این اکبری مثل سایه ای که منو از بچگی دمجوری دنبال بوده، با هم بودیم، هر جا میرم میگه منم اونجا بودم، میگم آقا یه روز بیا بین قیافت ببینم ببینم، چون اینم عکسی که گذاشته یه جوری عکسه مثل شمعی زدن، معلوم نیست کیه و این. البته لطف کرده بود برای من فامیل و ایناش نوشته بود، خیلی ممنونم از اون بابت. ولی من دیدم وقتی که اون احمقا حمله های احمقانه، این آقا داره از اونی که چاپلوسی کرده فندک میزنه ایراد میگیره، یک ننه قمری از این طرفداران شاه اسلام پنا آمده بود، نمیدونم پیغمبر شما هم که نمیدونم، آقا اصلا پیغمبر میغمبر رو بریز هر جا میخواه بریز سطل آشغال، مردک این شاه شما از همه ماها مسلمون تر بوده، اون بود که اصلا این ماجره ها رو چیز کرد، آخونده رو توی کاخ پرورش داد، اون بود که آخونده رو دانشجوها رو میداخت زندان، آخونده رو براشون مسجد میساخت، حقوق هم میداد و آخونده رفتن سیاسی شدن زدن. حالا که برگشتیم بذار یه چند دقیقه دیگه صحبت کنیم و بریم. من فکر کنم 3:46 2:46 دوستان امروز برنامه جدید آقای حسن ارشاد پخش نمیشه و بعد از این برنامه دوباره برنامه خود من پخش میشه و برنامه قبلی هفته قبل آقای حسن ارشاد. این برنامه رو سعی میکنم بیشتر پخش کنم به دلیل اینکه اون ویدیوی آقای رضا صفدری هم داخلش هست، میخوام اینجوری قدردانی بشه از اونایی که خودمونی بودن با مردم، حتی اگه میخواستن بگن یه کاری هم خرابه میگفتن کارمون خرابه، مثل دیگران نمیگفتن شما ایرانی ها، انگار که مثلا اینا بلژیکی هن. حالا اون بلژیک و سوئیس و سوئد و اینها چه تاج گلی بر سر خودشون زدن که توی ایرانی خجالت بکشی. بذارید یک ویدیویی رو یکی از دوستانمون فرستاده، نمیدونم من این دوستان وقتی لطف میکنن چیزی میفرستن ما اجازه داریم اسمشون رو بگیم یا نگیم، ولی بهتر نگیم، به قول معروف better be safe than sorry. این دوست ما گفته که بله بذارید من ببینم ایشون چی نوشته. روز شما خوش جناب سوری، حق با شماست، من فاکس نیوز ندارم، گاهی اوقات دوستان محبت میکنن برایم میفرستن، در ضمن متشکرم از این لینک، این برنامه فاکس هم بهتون نشون میدم و for this picture they punished me. خب حالا که شما رو پانیش کردن بذار منم نشون بدم. این دوستان وقتی ما به شما میگیم این خانم ملانیا قبلا پولی بوده و اسکورت بوده و این ور ور میرفته و اینها، اینه ببینید خود این ترامپ، حالا نمیدونم این موقعی که زن داشته یا نه، ولی نگاه کنید این زن وقتی اومده این کشور دیده اهل درس خوندن و اینها نیست و رفته دنبال آدمای معروف و مشهور و توی جاهای چیز و اینجا پیدا کرده. میگه friendly reminder a hooker and con man are in the White House fucking things up. خیلی جالبه، مرسی. حالا دو سه تا عکس هم من براتون گذاشتم، بذارید اونها رو نشون بدم، بعد درباره ایرانی بودن و اینها یادی کنیم از دکتر خدادوست، همشهری عزیزمون که چند ماه پیش فوت شد، و یک آهنگ ایرانی هم براتون، شیرازی هم براتون بذارم که این آهنگ و اینا رو ما تو شیراز بهش میگفتیم واسونک. نمیدونم این کلمه واسونک چه معنی میاد، چه معنی داره و چرا میگفتن واسونک. اینا رو تو عروسی ها میخوندن
و جینگ و جینگی که ساز میاد و از بالای شیراز میاد براتون میخونم، یه براتون من نمیخونم، براتون نشون میدم، یه اجرای جدیده. و اما این فیلمی رو که بهتون گفتم نشون بدم، بعد از این مردک کانارتیست یه چند تا عکس بهتون نشون بدم. اول عکس ها تا یادم نرفته لایو یا لایو اینجا این بله اینو که همه تون میشناسید، بوریس جانسون، که الان میگن این توی انگلستان کودتا کرده، چون این کاری که مجلس رو به اصطلاح منحل کرده تا یه چند روز قبل از اون برگزیت، این هیچ فرقی با کودتا نداره و نزدیک به 1,000,000 نفر اومدن تو خیابونای انگلستان و اینها تظاهرات کردن. بعد از این که ترامپ گفت I'm chosen one، چون خیلی ها باور دارن که chosen one موسی بوده، خیلی ها باور دارن عیسی بوده، چون عیسی تبلیغات و اینا زیادتر بوده، اینا رو به عنوان منتخب چپوندن. حتی بعضی هاشون میگن این پسر خداست، بعضی ها میگن خود خداست. و این نادان، این نابکار، این شارلاتان وقتی گفت I'm the chosen one، من منتخب خدا هستم، درست مثل شاه که گفت خدا به من مأموریت داده، مأموریت برای وطنم، اون وقت آمدن اینو درست کردن. میدونید که یک تابلوی هست به نام The Last Supper، نه سوپرا، سوپر به شام میگن و هم دینر میگن هم شام میگن، حالا تفاوت سوپر با دینر چیه دیگه من نمیدونم. این دور اون میز قراره که جیزس باشه با 12 تا یارانشون، که فکر کنم یکی از همون یارانش هم بهشون خیانت کرد و جیزس رو به رومن نشون داد، رومن که اون موقع فیسبوک نبوده ببینه جیزس کی بوده، لابد جیزس هم عکس خری گاوی گذاشته بوده پشتش قایم شده بوده مثل این شاولای ترسو. در سر رومن میاد جستجو میکنه، نمیدونم این جودا بوده کی بوده اسمش، اون لاپورت میده، ریپورت، همین ریپورت میشه لاپورت، لاپورتش میده و میگیرن و به چوب آویزونش میکنن. یه جورایی هم این چوبه مثل اینکه چوب کردن تو آسینش، از این ور رفته از اون ور اومده. The Last Whopper، واپر یه ساندویجیه که اینجا برگر کینگ داره، اینا مسخره کردن به جای The Last Supper گذاشتن Last Whopper. وقتی که G7 بود در فرانسه، این افرادی که رفتن اونجا سلام و احوال پرسی و روبوسی، ولی ببینید این روبوسی خانم ترامپ با این نخست وزیر یا صدر اعظم کانادا چی باید به این بگیم به فارسی، چون این که رئیس جمهور کانادا نیست، اینا همشون میشن دست آخر نوکر کوین، نوکر ملکه. ببینید چجوری با چه لبخندی، و برعکس موقعی که ترامپ میخواد دستش بگیره و اینها، بعد عکس بغلی تفاوت این دو رو نشون داده که اون پوشاپ چی بهش میگفتیم تو ایرانی داره میره روی میز اینجوری، یعنی خیلی قدرت میخواد، چون این بوکسر و اینها که شما اینجوری دستتو بذاری پات بره تو هوا، این یکی هم احمق با کله داره میره رو زمین، از بس چاقه نمیتونه حتی پاشو بلند کنه. از این عکسا که بگذاریم، میخوام دو سه تا ویدیو بهتون نشون بدم. یه ویدیو اینه که مخصوصا به دوستان شاه اللهی پیشنهاد میکنم، آقا این سربی گاوه، ولش کنین راه خودش بره. شما انسانید، شما آدمید، شما میفهمید، ولش کنید راه خودشو بره. ببینید اگه نذارید راه خودشو بره چه به اصطلاح سرنوشتی در انتظارتونه. یک لحظه به من وقت بدید تا این رو بیارم. و این دوستمون فرستاده از خلیج فارس میگه که اینقدر از من، چون چهارشنبه برنامه نداشتم، از دوشنبه همینجور جمع کردم و اینها. آها، دوستان پرسیده بودن که آقا برنامه نداری؟ من حقیقتا جواب نمیدادم، چون من روز دوشنبه گفتم، روز جمعه گفتم، میخواستم بگم خب شما وقتی من برنامه دارم نگاه نمیکنید، وقتی برنامه ندارم میان نگاه میکنید، خب برید برنامه رو نگاه کنید، ما تو اون گفتیم که برنامه داریم یا نداریم. گاهی وقتا لازمه یکم آدم بد اخلاق باشه و یاد بگیر دخالت مکن، اینو داشته باشی. مخصوصا گفتم برای این دوستان
شاه اللهی نادانی که تاریخ ثابت کرد که شاه کمدان و نادان بود، خودشیفته بود. درست اشتباهایی رو که ترامپ الان میکنه و همه ما میگیم مگه این خره نمیفهمه، شاه یکی یکی این اشتباه رو کرده. چیزی که هست باید یکی باشه بگه نگاه کن این همون کاری که این انجام داده. و اما نگاه کنید اینجا، این یه دوربینه که بالای در یه خونه احتمالاً تو هند هست. ببینید چه اتفاقی میفته. سوربی داره برای خودش را میره و یه فضولی میاد. آخه یکی به این مردک احمق بگه وقتی تو آمدی بیرون که دیگه این گاو از در خونه تو رد شده بود، مرض داری دستتو اینجوری میکنی که اونم بیاد بزنه تو بلا نسبتت؟ اینم از این. خب دو تا فیلم دیگه براتون بیارم که جمعتونو به اصطلاح بسازه و کیف کنید و مثل آقای خدا دوست هر وقت یه جا ازتون پرسیدن کجا هستید، اهل کجا هستید، با افتخار بگید که شما ایرانی هستید. اینو کی فرستاد برامون؟ دوستمون از ترکیه. پیداش کنم کجا بود. خدای من خیلی قشنگه، دوتا ویدیو هم با هم تو یک صفحه بود و اینجاست که بریم توی صفحه مسیجز یا مسنجر، اونجا بهتر پیدا میشه. خب آقای اکبری همزادت هم اومد اینجا، ما هم اکبر اکبری داریم هم حسین اکبری داریم. خب ببینیم که این دوستمون از ترکیه این ویدیوها رو فرستاده. اول ویدیوی دکتر خدا دوست رو نگاه میکنیم، بعد میریم اون جنگ و جنگ ساز میاد از بالای شیراز میاد. ببینم که عجیبه ها، وقتی ما این دوستان رو میخوایم پیدا کنیم باورمون نمیشه که مثلا بعد از اینکه برای ایشون جواب دادم تشکر کردم این همه من فیسبوک و این چیزا فرستادم. آها 4 دقیقه ویدیوی فیسبوک به اصطلاح فاکس نیوز هم اینجاست، میخواییم رو بهتون نشون بدم یا از سعید خواهش کنیم یا از دوستان دیگه خواهش کنیم لینکش رو بذارن اونجا و ببینید. برید اگه شما روی فیسبوک هستید، روی فیسبوک من میتونید ببینید. نوشته 4 دقیقه به فاکس نیوز توجه کنید، 4 دقیقه ای که بالاخره فاکس نیوز حرف درست زد. و فاکس نیوز که اینا اینقدر 2.5 سال دروغای ترامپ رو تحمل میکردن، حتی توجیه میکردن، دیگه به اینجاشون رسیده میگن آقای ترامپ تو این دروغ رو گفتی، ما که نگفتیم، تو این دروغ رو گفتی، ما که نگفتیم. یکی یکی اونها رو به قول معروف بر میشمارد. بذار اینو بهتون نشون بدم. و این آقا هم یه صدای مخصوص خودش رو داره. ببینید select area، این از این تا اینجا آمد یا نه، بذارید اینجا سکرین کپچه، بله کامرای 3 دارین سفر رو، بله گوش کنید. حالا بیا دیگه فیسبوک تنبر، ببینید ما پلی رو زدیم نمیاد، این اشکال فیسبوک. در صورت اینه دوستان که من بالاش نوشتم even Fox News is saying Trump is nothing but a charlatan، حتی دیگه Fox News هم میگه ترامپ یه شارلاتانه و چیزی بیشتر و بهتر از اون نیست. ولی شما ایرانی ها بیچاره ها هنوز آویزون هستید به این، یعنی بازم ای بگو حباب روی آب، حباب روی آب موجوده میبینیش این دیوانه. در اصلا ببینید دوستان میزنیم پلی کار نمیکنه، چرا من نمیدونم، امیدواریم حالا اون دوتا ویدیوی دیگه کار کنه، اونا ویدیوهای ایرانی هن احتمالا کار میکنن. بذاریم ببینیم اینه دکتر خدا دوست، روان شاد یادش گرامی باد و امیدواریم که کار کنه ویدیویشون. فیسبوک با این همه
بیار و ببند و فلان، نمیذاره ویدیو رو با آسونی دانلود کنی تو سیستمت که جدا از اونا نشون بدی، و خود این به نظر من خیلی بده. حالا ببینیم، سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، بشر بازیچه نیست، انا لله و انا الیه راجعون، ما قسمتی از اون هستیم و به اون برمیگردیم. هنوز علم از گلیمش دراز میکنه، یه سرکی میکشه بین او برو چه خبره، بلکه او برو دیدم من. اولا لهجه شیرازی رو ببینید، گوش کنید، علم پاشو از گلیمش دراز میکنه ببینه او برو چه خبره. بله، تجربه کردم وقتی او برو دید دیگه هرس نمیکنه، هرس نمیکنه، سطح درمان چشم پزشکی توی ایران رفت بالا، در تمام شهرستان ها در تمام جا سطح چشم پزشکی رفت بالا، به طوری که الان شما چشم پزشکی رو دست کم از آمریکا نمیبینید، رفت بالا. بداشتم که رفت بالا ایجاد رقابت، رقابت سالم، نه رقابت زننده، یک پدیده ارق ملی، ارق ملی هست که اندرش مقاد هموطنش بهترین باشه. همیشه میشینم میگم توی هموطن من با اون تاریخ غنی که داره باید بهترین باشه. هر کس که بیرم وقتی بیرم کجای هستی سرم میگم بالا، میگم من ایرانی هستم. و این پدیده‌ای هست که خدا در ژن و نسل ایرانی درست کرده. دیگه این نشون میده که در مراسم مختلف در ایران به اصطلاح دادن جایزه‌های مختلف به اونهایی که کارهای مهمی انجام دادن، خود ایشون توی شیراز و دنیا معروف بود از لحاظ چشم پزشکی اینها، و همونجوری که توی این زیر نوشته نوشته دکتر علی اصغر خدا دوست در آبان ماه 14 آبان همزاد شاه هم بوده روز تولدش، در آبان ماه 1314 بله به دنیا آمده، و بامداد شنبه 19 اسفند 1396 یعنی هنوز یک سال هم نشده در آمریکا، فکر کنم ایشون در کانتیکت یا بوستون شرق آمریکا، این شمالش بود. من اصلا قرار بود یه بار برم اونجا ایشون هم ببینم که متاسفانه نشد و من هیچ وقت ایشون ملاقات نکردم. چشم پزشک ایرانی آمریکایی و استاد دانشگاه آمریکا بود، وی از چشم پزشکان ایرانی معروف در عرصه بین‌المللی بود که در چندین بیمارستان معروف به عمل و پژوهش در مورد مشکلات چشم و اینها مشغول بود. روانش شاد، یادش گرامی باد. ببرمتون به یکی از خونه های شیراز که ما یادمون خونه های اینجوری زیاد بود توی شیراز، این به اصطلاح پنجدری، سدری، اینها اتاقا رو بر اساس تعداد پنجره هاشون بزرگ و کوچیکشون میگفتن. مثلا میگو برو تو پنجدری فلان چیو بردا بیا، یا مثلا مهمونا رو بگو برن تو اتاق سدری اینجوری. و این به غیر از این که وقتی شیشه ها رنگی بود زیبایی خاصی میداد به اتاقا، گرما و اینها رو هم به اصطلاح پیشگیری میکرد. دوستان عزیز، از این که با ما بودید ممنون و متشکرم از شما. همونجوری که گفتم امروز ساعت 4 برنامه آقای حسن ارشاد نیست، به دلیلی که ایشون گرفتار بودن نتونستن برنامه تهیه کنن، به همین خاطر همین برنامه دوباره اینجا تکرار میشه. بعد یه در میون، یه بار برنامه من، یه بار برنامه ایشون مال هفته قبل،
که درباره بهایی و بهایت صحبت میکنه. دوستان بهایی هم میتونن در این تلویزیون برنامه داشته باشن، قبلا هم داشتن. شما هم میتونید با هر عقیده، اندیشه، دین، مذهب در این تلویزیون برنامه داشته باشید. شما هم میتونید ویدیوهای دیگران را تا موقعی که صداشون در نیامده اینجا پخش کنید با مبلغی بسیار ناچیز. ببرمتون به شیراز و به صدای جنگ و جنگ ساز، یعنی جلینگ جلینگ میگیم، چی میگیم، خودش بهتر از من میگه. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. آخر هفته خوبی داشته باشید. امیدوارم اگر تو این منطقه هستید فردا خودتون و دوستانتون بیان این برنامه‌ای که آقای مهدی تبریزی در وینای ویرجینیا در خیابون اولد کورت هاوس رود نزدیک رستوران البرز برپا میکنن و احتمالاً از 8 شب تا 12:30 یک شب میتونید برقصید و با دوستان دیگه شاد باشید. ممنونم از دوستانی که قلب میفرستن و علامت موفقیت میفرستن. منم امیدوارم شما موفق باشید، همیشه خندان، به قول معروف پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. بیاین بریم به واسونک. اگه کسی هم میدونه چرا بهش میگن واسونک، برای من بنویسه. مرسی که با تلویزیون مردم بودید. متشکرم که با سوربی بودید تا برنامه سوربی با مردم رو داشته باشیم با هم. Hey!